بورسیه 100 درصد رایگان کشوری ترکیه بدون نیاز به مدرک زبان بورسیه ترکیه دوسیز هر ساله از طرف دولت ترکیه اعلان میشه و خوشبختانه تمام کشورهای آسیایی و غیره هم شامل عزی میشه این بورس دو عزیز یکی از بهترین بورسی های موجود در سطح جهان است که بدون نیاز به مدرک زبان می و همچنان تمام مصارف شما را پرداخت می کند این بورسیه در 112 دانشگاه برتر ترکیه ارائه میشه که اکثریت رشته های تحصیلی را پوشش میده در ادامه برتون شرایط ضوابط شرط های سنی اسناد مورد نیاز تمام می چیزا رو سیر تا پیاز برتون میگم و همچنان در اخیر آموزش ثبت نام دقیق و درستش هم بر شما میگم ویدیو رو تا آخر ببینید دوستان عزیز حتما در این بورسیه بسیار عالی ثبت نام بکنین که فرصت بسیار خوب است این فرصت از دست نتن خب میریم سراغ ویدیو اما قسم که براتون قبلا هم گفتم بورسیه دولتی می باشه و در 112 برتر ترکیه ارائه میشه که اکثریت رشته های تحصیلی را هم پوشش میده در قسمت شرایط ثبت نام بورسی دولتی ترکیه در سال 2024 فقط دو دانه شرط داره دوست برای جذب دانشجو خارجی اگر شما از افغانستان، ایران، تاجکستان از جاها هستین، فارسی زبان ها در هر جایی که هستین، کافی دو دانه شرط را پورا کرده باشین، یکی شرط سن نسته و یکی هم شرط فیصدی نمرات می باشه. در قسمت شرط سنش برای مقطع لیسانس و همچنان تب متقاضی باید متولد از 11 جدی 1381 باشه یعنی از می تاریخ به بعد تولد شده باشه ساده برتون بگیم کمتر از 21 سال باید باشه اگر میخواین که لسانس بگیرید اگر میخواین که در بخش فوق لسانس یعنی ماستری شما درخواست بتین باید بعد از تاریخ 11 جدی 1372 متولد شده باشین یعنی کمتر از 30 سال عمر داشته باشین و همچنین به خاطر مقطع دکترا شما باید بعد از یازده جدیش سیزده شست هفت شده باشید یعنی کمتر از سی و سال عمر داشته باشید این بود از شرط های سینش و اما در قسمت شرط فیصدی که ای بورسی از ارورت دارد برای مقطه لسانس اگر میخواین درخواست بتید باید حدیقل اگر سیستم فیصدی تان بیست باشه مثل ایران وره با 14 از 20 گرفته باشین و اگر سیستم افغانستان باشه از 170 تا حداقل گرفته باشین ببینید خیلی یک شرایط آسان داره 70 شما حتما گرفتین خیلی از افراد زیاد است که 70 میگیرن از 100 فیصدیشون اگر بخواید ماستری درخواست بدین اگر سیستم نمراتون 20 باشه 15 از 20 گرفته باشین و اگر 100 باشه از 100 75 فیصد فیصدیتون باید حتما باشه به با مشکل در دکترا از 20 اگر باشه 15 گرفته باشین و اگر از 100 باشه افغانستان باشه 75 درصد از 100 حتما گرفته باشین و اما در بخش رشته های داکتری مثل مثلا تب و دندان پزشکی و همچنان داروسازی یعنی فارماسی اگر حداقل اگر سیستم 20 باشه حداقل 18 را گرفته باشین و اگر سیستم 100 یعنی افغانستان باشه حداقل 90 فیصدی تان باید باشه و متوجه باشین در بخش دو 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 دکتری و طبی چیزا 90 باید باشه فیصدی تان کم پایین تر در قسمت مدارک مورد نیاز را در اینجا خواستم یا پاسپورت داشته باشین دوست عزیز یا تذکره امیال برتان بگویم ایره که پاسپورت حتمی و ضروری در وقت ثبت نام ضرورت نمی باشه اما وقتی که بخواین برین بخیر باز پاسپورت ضرورت می باشه وقت به تا وقت از پاسپورتون را درخواست بتین و بگیرین کسی که پاسپورت ندارین حال ثبت نام بکنین بعدا درخواست بتین باز پاسپورت ها هم بگیرین ولی تذکره لازم است تذکره باید باشه همچنان عکستان باید باشه همین عکس در چار باشه هم صافتش. کفایت میکنه مدرک تحصیلی صرف 12 باشه کسایی که بر لیسانس یا مستری هر کلامش که ثبت میکنین صرف 12 هم باید داشته باشین شهادت نامش باشه بیخی خوب که شهادت نام پشت روی است یک ترانسکریپت است که قسمت نمراتش است و یکم دیپلوم است که قسمت که متن نوشته است که فلانی ولد فلانی فارغ تحصیل شده او باید باشه و اگر شهادت نامه نیستم میتونین که با نمرات سی ساله هم میتونین که ثبت نام بکنین مشکل نیست در ثبت نامش کدام مشکل پیدا نمیشه میتونین با نمرات سی ساله هم ثبت بکنین دیگه ای که اینجا ببینین ترانسکریپت هم قسمه که گفتم ترانسکریپت هم ضرورت هسته و از هر دوره ایده یعنی به این منصوص عزیز شما اگر مثلا در مستری ثبت میکنین همین ترانسکریپت و دیپلومتون هم از مکتب باید باشه یعنی شهادت تان یا مراد سه ساله و هم از دانشگاه باید باشه دوره لیسانس که خلاص کردین از او دوره هم باید دیپلوم و ترانسکریپت تان باید باشه هر دویش باید باشه اگر مستریس اگر لیسانس ثبت میکنین تنها از مکتب باشه کفایت میکنه همچنان امو که در کانکور شما اگر امتیان دادین اونمو ورقه اگر باشه هم خوب است اختیاری است البته شما میتونی را وارد بکنید میتونید که وارد نمیکنید در صورتی که امتحان های بین مثل جیاری و جی مات چیزا داده باشین در صورتی که امتحان داده باشین اسنادش باشه خوب است اگر نباشه مشکل نیست داشتن از اسناد خیلی کمک میکنه اما لازم نمی باشه که ندارین هیچ مشکلی نیست اگر مثلا امتحان های زبان های خارجی دادین نمره که نشان بده امتحان دادین و هم اگر مدارکش باشه خیلی خوب است aga nabasham mushkil nist لازم نیست اگر در بخش مستری یا دکترا شما میخواین که ثبت نام بکنین یک دونه پروپوزال باید داشته باشین حتما پروپوزال تحصیلی باز پروپوزل تون رو در اونجا اپلود بکنین در قسمت یک قسمت باز در قسمت ثبت نام برتون میگم در کجا اپلود بکنین انگیزه نامه را حتما باید داشته باشین دوستان دیگه و همچنان در ادامش دو عدد توصیه نامه ریکامندیشن هم ضرور است که اگر در مقاطع مستری و دکترا میخواین ثبت بکنین بازی دو دانه ضرورت میشه همچنان سیوی هم دستای عزیز باید داشته باشین سیوی تان را بر شما ضرور است که یکدانه سیوی را حتما باید داشته باشین سیوی تان را هم در این ما استفاده خواهیم کرد ای اسنادها قبل از قبل آماده بکنین و بعد از او شروع به سبتنام بکنین و همچنان در صورت وجود کدام لوح تقدیر مقاله چزا کدام چیز اگر افتخارات چیزا گرفته باشین اونا هم خیلی خوب است کمک میکنه تست مثلا چیزی باشه مثل تقدیرنامه و نامه یا تصدیق نامه از کارهای مختلف که انجام دادین سیمینارهای چیزی که شرکت کردین هر فعالیتی که کردین از او اگر داشته باشین خیلی خوب است همین اه... ثبت نامتون را خیلی کمک میکنم اگر یک اندازه پایین بیایم در قسمت میبینیم که امتیازات بورسیه رو ما گفته امتیازات شما شما احتمالا شاید شیده باشید من یک دفعه براتون تکرار هم میکنم تحصیل در دا دانشگاه کاملا رایگان است فیس چیزا از طرف خود دانشگاه پرداخت میشن ماهانه اگر شما در بخش لیسانس ثبت نام کنین ماهانه 1700 لیر برتون میته و مشکل اگر ماستری ثبت نام بکنین 2400 لیر و همچنان اگر دکترا ثبت نام بکنین 3000 لیر برتان میتن این پیسه که میتن دوستای این پیسه کرای خانه یا استفاده از بیمه ای چیزا نمی باشه این پیسه را هم قسم جیب خرج بره براتون میتن به خاطر که بلیت هواپیما رفت و برگشت براتون اینا تیار میکنن چون کاملا رایگان است بورسیه همونقدر که گفتم یکی از بهترین بوسی ها در سطح جهان است و همچنان خوابگاه رایگان است هزینه اجاره خانه هیچ چیزا رو برتون میت در صورت که خانه بگیرین و اگر خوابگاه باشه هم با رایگان می باشه یک سال هم آموزش زبان ترکی رایگان است یک سال ترکی را رایگان برتان درس می و همچنان استقبال و همراهی از فرودگاه تا خود دانشگاه زمانش هم مشخص است دوست عزیز اگر لیسانس بخورین 4 تا 6 سال وقت میگیره اگر ماستری میخورین دو 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 سال وقت میگیره. و اگر دکترا بخونن چهار سال وقت میگیره که به علاوه از این سالهایی که گفتم یک سالم زبان ترکی رو براتون درس میده یعنی اگر لیسانس بخورین 5 سال شما در اوجه خواهی بود البته شش سال در صورتی که بستگی به رشته تان از بعضی رشته ها 6 سال درس میده اگر بازم پایین تر بیم در قسمت تاریخ ثبت نام است تاریخ ثبت نامش دوستان عزیز در تاریخ ده جنوری 2024 یعنی دیروز همین ویدیو که ما امروز مونده میره دیروز همین بورسیه اعلام شده و الا تاریخ 1 هوت 1402 ادامه داره یعنی وقت داره که میشه فکر کنم 20 فوریه 2024 میشه همترک تاریخ میشه تا وقت شما میتونید که ثبت بکنید همچنان تاریخ اعلام نتایج اولیه را گفته از سور الا جوزا است سور و جوزای سال 1403 و همچنان تاریخ مصاحبه بورسی ترکیه در اواخر جوزای 1403 می باشه نتایج نهایی هم اواخر ماه سرطان 1403 اعلام میشه در ویزا را هم ویزا هم وقتی که صادر میشه در آخر در چی است در تاریخ های سنبله است در ماه سنبله سال 1403 می باشه و در آخر های ماه سفر به ترکیه شروع میشه و همچنان سنف های بورسیه امی رشته که شما انتخاب کردین دانشگاه سنف هایش در تاریخ شروع میشم سه دانه نکته را از شما در نظر داشته باشین در ابتدا اولی که دو, دو طلبان مقطع دکترا باید مدارک تحصیلی خود به زبان ترکی یا انگلیسی ارائه کنن شما از رد نیست که ایره ترجمه بکنین اگر ترجمه کردگی نیست اگر انگلیسیش باشه خوب است در غیر زاگه نباشه مشکل نیست اما اگر دکترا باشه باید انگلیسی باشه یا ترکی باشه نکته دومی است که داشتن مدارک مثل آیلتس یا تافل اجباری نیست اما اگر باشه خوب است امتیاز محسوب میشه اگر نباشه هیچ مشکل نیست نکته سومی است که ابتدا تا آنلاین ثبت نام میشه که ما دیدم میگم چه قسم ثبت نام بکنیم و در صورتی که پذیرفته شدن بخیر باز وقت شما به مصاحبه دعوت خواهی شد یک مسئله دیگه است و سه عزیز که دوره آزمون کتبی هم اینا میگیرن اگه امتحان قاغسی هم میگیرن همین برسی سال 2024 برسیه دولتی ترکیه که این آزمون بخاطر مقطه لسانس شان یعنی کارشناسیشان می باشه یک آزمین تست سی سوالی است که سی سوال می باشد و شامل سوال سوالات ریاضی هندسه و منطق و این تست آزمون که از تست سی سوالی قبل از مصاحبه حضوری ای برگزار میشه هدف از این از آزمون از از امتحان ای اس عزیز که ارزیابی میکنه دو طلبا را در رشته های علوم بهداشتی علوم و رشته های فنی و انجینری که تعداد از این متقاضی از, از این چون زیاد است از خود را بررسی میکنه یک چیز دو اس اس متوجه باشین در قسمت از اولی که 30 دقیقه الی 60 فرصت خواهی داشت که این ای امتحان شما سپری بکنین البته بعد از, از, از با خیر برآمدین و کامیاب شید بعدن رفتن ده چی مطمئن هستم که امتحان سخت نیست بس ما امتحان خیلی آسان است نکته دیگه ای که باید ایر در نظر داشته باشین ده کشور کشور افغانستان و سودان چون درخواست های ویزا خیلی زیاد است ممکن است که 80 الی 100 سوال ترتیب شوه یعنی بیشتر از 30 سال ببینید اینجا گفته 30 سال، اما در افغانستان و سودان گفته بیشتر از 80 و 100 سوال ترتیب خواهد شد اگر اینجا ببینیم دوستان عزیز نمونه سوال‌هایی که در امتحان میاره را ما برتون یک دونه فایل PDF دی دانلود کردیم که هم قسمی که میبینین در دا دو دانلود ها چی است زبان است یکی زبان ترکی و همچنان در زبان انگلیسی میباشن یعنی نمونه سوالات هست که شما باید را حل بکنید. خوشبختانه تمام سوالات به شکل چهار جوابه می باشن. ای تو میتونم تا فعلا میتونیم بگیم که اکثریتشون چهار جواب هستن فقط کافی شما یک دانه قسمت را تیک بکنید یا حلقه بکنین نمو جواب خود را و اینی نمونه سوالات است ببینین اگر شما ایر علاقه من بودین هشت صفحه است. من لینک زیر دسکریپشن براتون میمونم، اگه فراموش کردم حیوان نماندم. تو من کامل بتین ما براتون لینک مستقیم دمو کامنت روان می کنم. مطمئن باشین فراموش نمیکنم و همچنان این جوابایش هم در اینجا موجود است ببینین جواب همو سوال ها سوال اول گزینه دی درست سوال دوم سی درست است با اون شکل ببینین سی سوال است اینجا این البته سیستم اینترنشنال است از افغانستان هم خصوصا گفتم ممکن 80 الی 100 سوال بیاره خب به هر صورت این نمونه ها رو بخونین به نظر من خیلی عالی میشه بعد از اینکه ثبت نام کردین باز هیچ چیزا فکر کنین فعلا هیچ چیزا فکر نکنین فعلا فقط مستقیم ثبت نام بکنین خب از اون چیزی که نموند دوست عزیز از شرایطش که ما براتون نگفته باشم مستقیم میریم ثبت نام میکنیم یک لینک در دیسکریپشن برتان مانده لینک مستقیم ثبت نام است نظمو کلیک کنین دیسکریپشن وقتی که واز کردین قسمت لینک های ضروری برین و لینک بر ثبت نام بورسی اونجا است بالا نظمو کلیک کنین و او لینک برتان باز میشه خب ما او را باز میکنم خب دوستای گرامی بعد از اینکه بالای لینک کلیک کردین این ای صفحه بر ما باز میشه این صفحه است که ما میتونیم در سیستم وارد شویم اما ما ضرورت داریم که در دا این جوان راجستر بکنیم خود یک پروفایل بسازیم بعد از شروع کنیم به ثبت نام این قسمت بالای رجیستر کلیک میکنیم به خاطر ازی و بعد از که اونجا کلیک کردیم این صفحه رجیستر بر ما وارد میشه در اینجا ما و شما نام خود را وارد میکنیم مثلا معی اطلاعات که دیگه وارد میکنم دو سه اطلاعات خودم نمی باشد نام چیزا از من نمی باشد من به هدف آموزش برتان اما تو وارد میکنم علی و تخلص اینجا وارد میکنم که احمدی شما اگر میدن نیم داشته نام وسطی وارد بکنین اگر نداشتید خالی با نج قرض نگیرید متوجه باشین که نام داد دوستان جنسیتتان تاریخ تولد تمام از یا مطابق پاسپورت یا تسکریتان باشه اگر پاسپورت داشتین مطابق پاسپورتتان باشه ببینید که اسپیلش دقیقا مثل از امور رو باشه با بعد از اینجا پایین جنسیت انتخاب میکنیم که مثلا مرد و تاریخ تولد در اینجا وارد میکنیم وقت بالش کلیک کردیم اینی صفحه باز میشه مطابق پاسپورتتان مثلا 1995 فبروری و دوی فبروری 1995 بعد از اینجا شهروندی کدام کشور دار ملیت اگر از ایران هستین پاکستان هستین هر کشوری که هستین در هر جایی که هستین ملیت خود وارد بکنید یعنی بودواش و فیلیتان مهم نیست شما ممکن است مثلا در کانادا یا جرمنی یا دیگه جا باشین اما ملیت افغانستان دارین یا ایران اما کشوری که ملیتش شدارین انتخاب بکنین افغانستان بگیرین و پایین تر اینجا ایمیل ما رو وارد میکنین متوجه باشین ایمیل تون ایمیل درست باشه و همچنان ایمیل فعال باشه به خاطری که دهی ای کد تایید می آید و شما باید او تایید کنید با از ایمیل تان اینجا وارد کردین تکرارش هم اینجا وارد میکنید میبینید خود ایمیل اینجا وارد میکنید تکرارش هم اینجا وارد میکنید در قسمت هم پسورد بر تان وارد میکنید پسورد تان میتونه که حداقل 8 تا باشه ترکیب از حروف کلان خورد باشه خیلی خوب است عادت چیزا خب من اینجا پسورد خود را وارد میکنم ببینید به شکل و تکرار پسورد ای اینجا وارد میکنم بعد از تکرار اینجا وارد کردین ببینید یکی سیکرت کویز شناست یکی سیکرت آنسر است دیگه یک سوال نوشته کنین و در اینجا جواب شن نوشته بکنین فرض میکنه این سوال و جواب بردیش باید یادتون باشه در صورتی که اکانتون قفل شد میتونین از استفاده کنین مثلا میگم که میتونن اش چیزی نوشته کنین گپ ندار نوشته میگم که مای مثلا نوشته کردین که نام کودکی من در کودکی نام چی رو نام داشتم باز در دا این نشتا میکنم ای ABC. بی سی شما یک چیز ساده نشتا نکنین یک چیز باشین کستین ها رو نفهمه یک چیز باشه که فقط خودتان بفهمین باز اینجا که وارد کردین به این دا قسمت پایین تر I'm not a robot اینجا تیک بکنین اینجا بعد از گیر تیک کردین اگر تیک نشد دوست عزیز یک جدول اینجا باز میشه باز از شما میخواه که مثلا علامات های ترافیکی را یا اینجا میگه که نی هر چیز که داخل پایین است با شبیهش انتخاب بکنید بازو کار بکنین باز تیک میشن باز بیا پایین تر اپروف اینجا کلیک بکنید که اپروف شد و بازو سیف کنید خب بعد از که سیو زدین اینجا باز دوباره میپرسم میگه معلوماتی که وارد کردین درست است یا نه خیر و باز اینجا می این یک بار ببینید نامتان درست است تخلص و ملتتان وقتی که درست بود اپروو بزنین اینجا اپروو کلیک کنین بعد از بالای سیو دوباره کلیک بکنین بعد از این صفحه براتون میاد اینجا در ای قسمت گفته که راجستریشن تکمیل شد فقط یک دونه ایمیل براتون آمده یک اکتیویشن ایمیل براتون آمده یک دونه لینک داخل از اوستا کافی است و لینک کلیک بکنین دوستان از اومدن لینک ممکنه سه سه طول بکشه خب ما جیمیل خود یا البته نشون نمیتونم ما براتون چون ضرور نیست ما او قسمت بگیم ما ویدیو قبلی دائم گفتیم که چه قسم از داخل ایمیل برین ایمیل تون واز کنین و اول کلیک کنین ما گوشی ګوشي کار می کوم د سری جیمیل د ګوشي تلیفون باز هسته و نو ایمیل هم یا له اومده برم البته د سری اگر جیمیل تون د تلیفون باز هست بوله نو لینک اگر کلیک اون بکره فقط یک پیام می ته میگه که لینک شما تایید شد بعد از تایید انجام دادین کافی است که یعنی به هوم پیج یعنی رو بزنین بخاطر که ما فقط نیاز داریم که لینک تایید شه و بعد از با استفاده از ایمیلی که دا اونجا ما گفته بودیم اما ایمیلی که دو وقت نام گفتیم و پاسوردی که داده دا بودیم لاگین به همین سادگی خب من ایمیل خود را در اینجا وارد میکنم و همچنان پاسورد خود را در پایین وارد میکنم بعد از این کارتوی شایجا وارد کردم برای لاگین کلیک میکنم یک لحظه یک وقت میگیره و مرا راجع میکنه به صفحه شروع سبتنام این صفحه سب تا ستوسته ده دانه مرحله داره تمام مراحل را دانه داره تکمیل میکنیم هر مرحله ممکن است این قسم سه بخش دو بخش و یک بخش داشته باشد و بازی که تکمیل کردیم پروسه کاملا تکمیل میشه به خاطر ادیت کردن هر بخش بیل فور فیلم بخش پرسونال انفورمیشن هستیم یعنی باید تیک شود میم این طرف و بالای ادیت کلیک میکنیم تا بتونیم که معلومات خود را وارد کنیم یعنی صفحه است بیل پرسونال انفورمیشن نامی که ما قبلا وارد کرده بودیم تخلص و جنسیت و تاریخ تولد چیزا را چیزی که مانده در اینجا حالت مدنی است حالت مدنی متحل یا مجرد طلاق گرفته ما مجرد میزنیم در اینجا و هر چیزی که بود حالت مدنی شما امور انتخاب بکنید پایین تر کشور تولد است کشور تولد را هر کشوری که متولد شده بودین امور انتخاب میکنین افغانستان میگیرم مده اینجا شهری که متولد شدین شما انتخاب میکنین مثلا بلخ میگیرم مده ایجا و نوعیت آیدی دانچی از پاسپورت یا تذکره اگر پاسپورت داشتین پاسپورت بگیرین در اینجا نمبر پاسپورت دادین در دا اینجا نویت پاسپورت دادین آدی مثلا در اینجا کود نمبر پاسپورت کد نمبر منظورم کد کشور است و سیدیز و در اینجا هم کلیک کنین و خود پاسپورت هم میتونین که اپلود بکنین همون پاسپورت از اینجا انتخاب بکنین از یک فولدر و پس رو اوپین بزنین اما ما فعلا این را تذکره میگیرم identity و بعد از اینجا نمبر تذکره را وارد میکنم اگر نمبر تذکره الکترونیکی باشه هم فرق نمیکنه اگر کاغذی باشه هم فرقی نمیکنه فقط اینجا وارد کنید نمبر شه باز اینجا کلیک بکنید اسکن تذکره دانه اینجا اپلود بکنید ببینید اسناد ها رو ما از قبل اینجا کردیم اسناد آی که ما اولی ویدیو براتون گفتم چیز از ذره تاس کلش ما اینجا آماده کردیم یعنی تذکره ما اینجا انتخاب میکنم و اوپن میکنم بعد از اون میایم اینجا اگر شهروندی کدام کشور دیگه را داشتین تیک بکنید اگر نداشتین هم تو آنتیک هم قسم بونین غرض قسمت پایین بیاین در اینجا کلیک بکنین و بعد از او دینتان را از اینجا انتخاب بکنین دینتان چی است اسلام ببینین اگر اسلام شیعه بودین اسلام شیعه را انتخاب بکنین اگر اسلام سنی بودین اسلام سنی اگر اسلام احمدیه بودین ایر انتخاب بکنین با مشکل مذاهب هم در اینجا می باشه ما فعلا به هدف آموزش فقط این اسلام بالایی را انتخاب میکنم و در این قسمت هم قومیت است تا شما میتونید که تمام قومیت های افغانستان را در اینجا پیدا بکنید ببینید تاجک مثلا ببینید مثلا پشه‌ای پشتون مثلا میتونین که هزاره ای هم پیدا بکنین ما فعلا افغان انتخاب میکنم افغان هم در اینجا موجود است به هدف آموزش من نمیخوایم کدام قومیت در اینجا انتخاب کنم در قسمت هم گفته معلولیت آیا معلولیت دارین اگر داشتین انتخاب بکنین که چرا رقم معلولیت در غیر از او I don't have any disability یعنی من معلولیت ندارم را انتخاب بکنین و بالاتر بیرین سیف کنین را. بعد از این پیام هم که موفقانه اپدیت شد میبینین این اپدیت شد دوست و فرض بگیریم یگان قسمت شما اگر پیش مونده باشه مشکل نداره ای بو این ادیت کلیک بکنین تا مثال این عکس ما اپلود نکردیم نه یک عکس حتما اپلود بکنین بون این ادیت کلیک بکنین و شما دوباره میتونید که اینجا تغییرات برین بون این قسمت کلیک بکنین و بعد از بالای چوز فایل کلیک بکنین و عکس تان را از اینجا انتخاب بکنین عکس 3 بر 4 باشه میشه کفایت میکنه و اینی این تک صفحه میه باز اینجا عکس تان قرار چیز شکل که شکلک است در وسط قرار بیتید، اینجا نمایش میده و او اوکی کنید. و از اینکه اوکی کردین. او صفحه بسته میشه و با اینجا نمایش دادن میشه. ببینین که عکس ما در اینجا آمده باید سیف کنید و وقتی که سیف کردین تمامش تکمیل میشه و اینجا تیک میخوره ببینین دو دانه تیک خورده. پاینتر اینفورمیشن در ورد سرگرمی است. میتونید که اینجا کلیک بکنین و سرگرمی هایی که دارین مثل کتاب خواندن مثل آشپزی مثل ساینس و تکنولوژی ایر انتخاب بکنین و در اینجا یک چیز ها چوزیات دهش بتین ببینین دقت کنین ها خیلی مهم است جدی بگیرین یاره در اینجا جوزیات بتین مثلا بگوین که من خوش دارم که کتاب بخوانم و اینی نخم به این رقم ای دلیل به ای دلیل همچنان آشپزی رو دا خوش دارم در بایش جزیات تکمیل نوشته بکنین اگر انگلیسی نمیفهمید فارسی در فارسی ادبی نوشته بکنین با ترانسلیت بزنین و انگلیسی رو ترجمه کنید بازوز این هم اضافه شد در قسمت کدام مهارت خاص اگر دارین هم اینجا این ایدیت بزنین و این رو هم اضافه کنید ببینین ما توصیه میکنیم کل از رو پر بکنین یک قسمت رو خالی نمانین مثلا در قسمت هنر ما عکاس هستم عکاسی بلد هستم در قسمت موزیک هم گیتار یاد دارم اگر نداشتین هم مشکل نداره اصلا اگر اینجا آدار بزنین مشکل نیست عکاسی رو بردارین آدار بزنین و اسکوت تان اینجا درس بکنین که یعنی تالنت دارم چی را مهارت دارم در قسمت سپورت هم والیبال بلد هستم با این جای از جزئیات بتین که مثل قبل ورید مثلا ما خوش دارم که والیبال بکنیم با که والیبال فای دار این فایده را داره یعنی هم خوبی داره خوبی را داره قسم قسمت بازی گیرز چیکدین نوشته کردین اینجا سیو کلیک بکنین و این هم ذخیره میشه در اینجا دیگه چیزی نمانده بین در مرحله بعدی فمیلی انفورمیشن بوله از کی کلیک کردیم اینو صفحه بر ما باز میشه و معلومات پدر و مادر و خواهر برادر در اینجا قرار داره در قسمت ده مادر نیم ما یک چیزی نوشتم میکنیم نام مادر را و در اینجا گفته که آیا مادر تون زنده است حیات است میگیم یس yes. اگر نبود نو no. انتخاب بکنین و بعد از اگر مادر کار میکرد وظیفه دار بودی تیک بکنید بعد اینجا پرسان میکرد کدام کمپانی مثلا میگیم در کمپانی بی کار میکنم و وظیفش چی است؟ اینجا وظیفه های خیلی زیادی وجود داره مثلا میگیم که دکتر دندان است و پوزیشنش چی است؟ پوزیشنش مثلا اینی پوزیشنش است یعنی هم نام بست اگر هیچ کار نمیکرد این تیکه بردارین بخی هیچ ضرورت نیست که معلومات دوره کنید. پدر هم با مشکل میتونید که معلومات شده اینجا وارد بکنین نام شده اینجا آیا پدر زنده است یا زنده است کار میکنه اگر کار میکنه مثل قبل شخصا چوری کنین نگه نمیکرد یه تیکشه بردارین تعداد خواهر برادر که شما دارین مثلا بگم سه دانه هستن و دا قسمت بعدی ایر خالی با ایر غرض نگرین چون تغییرات آوردن قبلا انتخاب کردین که ما مجرد است در قسمت بعدی تو تل اینکم مونت لینکم هست درآمد ماهیانه چقدر است میگیم از 50 دلار تا 100 دلار هر که بود شما خودتون ضرب جمع کنین ببینین هر کدوم وضعی که درآمد تان انتخاب بکنین من فعلا مثلا 100 تا 250 دلار میگیرم بعد از آموزش بود کی را کنیم سیف کلیک میکنم و این معلومات هم در اینجا درس میشه یه هم تیک شد میریم مرحله بعدی کانتاکت انفورمیشن معلومات تماس در قسمت تعلیمات تماس در اول کشور است در کدام کشور میشینین در کدام کشور میتونیم بایدان تماس بگیریم افغانستان است انتخاب میکنیم باز در کدام شهر میشینین شهر بلخ مثلا میشینیم پوستال کود جایی که میشینین چیست او را وارد میکنین اگر نمیفهمین پوستال کود شما چیست در گوگل سرچ بکنین که پوستال کود فلان ولایت باز اون نمبر وارد بکنین مثلا موارد میکنم نمبر ما این چیز و بود از موبایل نمبر اگر بود وارد کنید اگر نبود مشکل نیست خب وارد میکنم این چیز و پوینتر در کدام سرک میشینین اگر در سرک مثلا میشتین که سرک نامن یک سرک داره یک سرک مثلا این چیز اگر نبود باز کافیز این این نوشته بکنید میگن not اپلیکیبل اگر بود نوشته بکنید اگر نبود میتونید تک میشه نوشته بکنید در کدام تعمیر نمبر چند است اگر بود تعمیر نمبر شنوشته بکنید که مثلا 23 است و نمبر دروازه چند است ۲۳ اگر این مشخصات نداشتین مشکل نیست در اینجا یک ای چیز گفته ما امی آدرس که وارد کردیم از آدرس که خود میشلو متفاوت است اگر بود این رو تیک بکنین باز به با عین شکل در اینجا آدرس خودتان که میشینین وارد بکنین اما نه که امی آدرس که وارد کردین آدرسش که خودتان میشینین هیچ غرض نگیرین د پوینتر اگر بین پرسون گفته دمی آدرس چقدر بخشتن میشینه وارد کنین مثلا میگیم که سه ماه شده یا سه سال شده اگر مثلا ماه شده بود یعنی ما رو تیک بکنین اگر سال بود سال تیک بکنین که سه سال شده اینجا میشنو در قسمت پایین سوشال میدیا در اینجا لینک سوشال میدیا خود وارد بکنین مثلا فیسبوک تون را آدرس شده اینجا وارد بکنن لینکش اما فیسبوک خود تون را واز بکنین بازم لینک کپی بکنین اینجا پارت تویتر تون لینکدین تون تون اگر نداشتین اسکایپ تون در اینجا است و کدام چیز دیگه اگر داشتین در دا اینجا وارد بکنین اگر داشتین وارد بکنین اگر نداشتین خالی بونین بعد ازو بیاین بالاتر یعنی سیف کلیک بکنین این هم سیف میشه در قسمت بعدی ایجوکیشن انفورمیشن از بالای از کلیک میکنین و میبینین که در این قسمت مقطه های مختلف وجود داره ما کافی است که بالا یک از کلیک کنیم میایم از صنف 12 را وارد میکنیم از میدل اسکول ما می وارد کردین خوب اگر نکردین مشکل نداره می بالای صنف 12 اینجا کلیک میکنیم بالایش یه صفحه بر ما باز میشه در کدام کشور خواندین صنف 12 را میگم افغانستان خواندیم هر کشوری که شما کشور خوانده بودین کشور خود خودتون وارد بکنین هیچ مشکل نداره ده کدام شهرش خواندین میگم شهر بلخ خواندیم ده کدام مکتب خواندین نام مکتب اینجا بگیرین مثلا میگم که در مکتب آبده بلخی یا عبدالراشد دوستم عبدالرشید است یا هر مکتب دیگه ای دوست از من به شکل انتخاب میگرم او قاسم برقی مثلا در این مکتب خواندیم در قسمت هم education ایژوکیشنال ایدوکیشن، ستیج است که در ایژوکیشن این بکنه و در قسمت های سکول تایپ هم اگر مکتب عمومی خوانده بودن مثل تمام مکتب های دولتی باز جنرال های سکول انتخاب بکنن اگر نه که مثلا مکتب اوکشنال بود یا چیز دیگه بود اون انتخاب بکنین در قسمت فیل هم رشته که خواندن انتخاب بکنین اگر مثلا عمومی ام... باشه باز یعنی آخر انتخاب بکنین جنرال یعنی مکتب عمومی خواندن دیگه سن 1 تا 12 را در قسمت بعدی هم حالتش می باشه که حالتی که امیال دارین چیست آیا در حال خواندن هستین یا فارق شدین میگم منه فارق شده ما گریجویت در قسمت هم تاریخ شروع یعنی لیسر های اسکول بین یا ها های اسکول است های اسکول هم سه سال میشه دیگه صرف ده یازده و دوازده ما مثلا به طور مثال میگیرم سال 2020 و در مارچ 20 مارچ 2020 شاید حمل جا شا. چند حمل شد چا شا. ما شروع کردن مکتب و ختمش گریجویشن دیت داشت است ببینید در اینجا در سال 2022 در دسامبرش مثلا در 29 دسامبر 2022 فرق دیم. ایده خودتان ضرب جمع کنین که چند میشه چه قسم میشه ببینید از اول 2020 تا آخر میشه یک سال 2021 میشه دو سال و از اول 2022 تا 12 شه که اینجا کردیم میشه سه سال صرف 10 یا 12 اینجا وارد بکنین و در قسمت بعدی نوعیت گیری دسته اگر در ایران باشین یعنی سیستم ایران است که 20 میگیرن اگر افغانستان باشین 100 هسته و بعد از اون فیصدی که گرفتن وارد کنین مثلا میگم که من 95 اینجا شاریش است خودش یک انتخاب کرده 95 اینجا کلیک کنین اشاریش انتخاب بکنین اشاری مثلا 41 به این شکل ایناله اینی دو قسمت داره یکی دیپلوما است یکی درانسکریب است دیپلوما چیست درانسکریب چیست دوسته ازیز رو نشان بیتی میره این شهادت نامی مکتب است تو ای گرامی کنم هایی را قبول داریم اینی رویش است و اینی پشتش است اینی می قسمت پشت از که نمبرها نمره های وارد است فیصدی ما وارد فی میگه ترانسکریپت و اینی رویش که است که نام ما و نمبر اساس و مشخصات که فلانی ولد فلانی است اینی را میگن دیپلوما این ای دو قسمت داره پشت روی دارن بر کسایی که شهادت نامه دارن با شما چی کنن این دو دانه بسازن یکی ببینید ما اینجا نشته کردیم دیپلومه 12 اسکن کردیم و این نشته کردیم ترانسکریپت دوازده ده سایت هم به شکل است بالای دیپلوما که کلیک کردین باید شما دیپلوم سنف دوازده تان انتخاب بکنین و را اوپین بکنین و بالای ترانسکریپت که کلیک کردین فرمی که نمرات است پشتش است اون انتخاب بکنین و اوپن بکنین اما سوال اگر من شهادت نامه نداشته باشم چی مشکل نیست همراه نمرات سی ساله هم میتونین که اقدام به ثبت نام کنین فقط کافی است هر دوی دو قسمت پرتن دهی هم نمارد سی سالت دهی هم نمارد سی سالت با دوزو پایین تر بیاین در اینجا گفتد آیا کدام رنکنگ گرفتن دهی در اینجا سینف دوازده اگر گرفته بودین یه سنگ نگرفته بودین نو اگر نمیفامین بیخی خالی بایین از غراز نگرین در قسمت آخر هم گفته که آیا شما در صنف در کنکور امتحان دادین و از, از او نتیجه دارین اگر داشتین یس yes. و بعد از اینجا انتخاب بکنین که در کدام بخش کندین در کدام تاریخ در کدام چی و چند فیصدی گرفتین مثلا میگم فیصدی گرفتم سی سال با چلو هفت اشاریه بیانی مثل قبل از اشاریه نهاد و در اینجا هم امو ورقی تان را اینجا ورد بکنین یک ورقه داره وقتی که ما امتحان میتیم فکر بکنم یک ورقه غیر نیته که در اون و ایچیزا میباشه بازن اینجا اینجا کلیک بکنیم وارد بکنین اینجا اگر نداده بودین امتحان ای رو سو بخی نو no انتخاب بکنین بو یعنی نه امتحان ندادین و ای رو باز صف بکنین به کن. شکل آه یک ای رو بخش باید ببخش دو قسمت گفته که آیا گرفتین ای نو باید بگیریم اگر نگرفته بودیم ما گفتم پلیز سیلیکت این رو انتخاب بکنین نه خیر غوض بگیرین ای نو انتخاب بکنین اما مذرب میخواه وزی خطر و بعد از او سیف کلیک بکنین در اینجا اگر خواستین دو سیزیز باز در مستری ثبت بکنین شما باید معلومات را دینی قسمت درج بکنید دینی اردویش معلومات را پرتن اگر مثلا تنها لیسانس دارین باز این در بچلور اینجا کلیک بکنین یعنی صفحه برای ما باز میشه این سنف دوازده که معلومات را خواسته بود اونو معلومات در اینجاسته، فقط تفاوتشی است که اینجا یونیورسیتی دانشگاه فاکولتت دانشکده و دیپارتمنت اضافه شده ما یه نمیخوایم برتان درس بکنم ما هر چیزی که موجود است ما میتونم که ایراد درس بکنم اما ما با خاطر آموزش میتونم وقت میگیره خیلی باز این چه اسنادای تا آپلود بکنین عین صنف 12 و هیچ فرق نداره با دوز سیف کلیک کنین و از اخر همیشه فعلا ما ایجوکیشن انفورمیشن اینجا کلیک میکنم تا برگردم از این سفر نمیخوایم اینجا سیف بکنم و باز بعد از او اگر خواستین که دکترا کنین، بشلورتان هم اینجا اضافه کنین و ماستریتان هم اینجا اضافه کنین و بازو پیش دی فعال میشه اما ام تحصیلاتی که شما دوسته ازیز درش کردین در قسمت پایین نشان میتا ببینین ایژوکیشن لیول هسته های سکول همون قسم هر کدوم که درش کرده باشین در پایین لست میشه بارم و در اینجا نشان میتا خب میریم ادامه میتیم می در قسمت لنگویج دیتیلز کلیک میکنیم تا مرحله بعدی بریم مرحله مرحله ایجوکیشن ما خلاص کردیم در قسمت نیتیف لنگویج اینجا کلیک میکنیم و زبان مادری را انتخاب میکنیم ببینید میتونید که سرچ بکنید پرژین دری هر کدوم یکی هست او انتخاب بکنید ببین ما داری انتخاب میکنم اگر فارسی زبان هستین فارسی پشتو هستین پشتو او را انتخاب بکنید و بعد زود اینجا سیف کلیک کنید ای هم سیف میشه باز کی سیف شد به این پای مهارت در زبان های دیگه اگر دارین اینجا درچ بکنید بر اد کلیک کنم و بعد از اینجا لنگویج انتخاب میکنیم. میکنم میگم که ما در زبان هستم اما در پشتو هم مهارت دارم ببینید پشتو و بعد از اون لیول چقدر یاد داری؟ فول یاد داری؟ کم یاد داری؟ یا متوسط؟ میگم کم من متوسط مثلا یاد دارم و بعد از سیف میکنم در اینجا بعد از اینکه سیف کردین بازم زبان میتونه انگلیسی، جرمنی، هر زبان اسپانی، هر زبانی که یاد دارین اینجا عد بکنین و در قسمت لست میشه در قسمت پایین مهارت زبان ترکی است کلیک بکنین آیا گفته از ترکی حرف صدا میتونین اگر میتونستین یس اگر نمیتونستین نو کلیک بکنین و بعد از اون کلیک بکنین ارسی قسمت ما تکمیل شد مین پوینتر در ورک اکسپیرینس یعنی تجربه کاری بالش کلیک میکنیم و بخش تجربه کاری رو هم در اینجا درج میکنیم در این قسمت ورک اکسپیرینس ما باید اینجا اد بکنیم بالای اد کلیک میکنیم و معلومات تجربه کاری خود را در اینجا اضافه میکنیم در کدام کشور کار کردین در افغانستان کار کردین در کدام کمپانی کار کردین کمپانی مثلا ای بی سی کار کردین تون چی بود حسابدار بودم مثلا این بس چیزای خیلی زیاد سرکم وزارت بود انتخاب بکنید باز که پوزیشن انتخاب شد در این قسمت هم اگر پوزیشن جزئی تر از اکاونتنت بود یک چیز زیر مجموعه بود اینجا وارد بکنید مثلا زیر مجموعه حسابدار کدام بخش هستین مثلا بخش ای بی سی حسابدار ببینید بعضی از وظایف هست که زیر مجموعه داره باز اون زیر مجموعه شده اینجا وارد بکنید اگر نبود هیچ دستش نوشته بکنید که ان یعنی نات اپلیکیبل در قسمت امپلویمنت استاتوس یعنی وضعیت امپلویمنت آیا فعلا در وضعیت وظیفه کار کرده هستین یا که خلاص شده اگر خلاص شده لفت کلیک بکنین اگر نه کمی کار میکنین "I am currently employed." گیر انتخاب بکنین در غیر لفت کلیک بکنین یعنی خلاص کردیم در تاریخ شروعش میگم از تاریخ 2020 که جنوری 2020 شروع کردیم و الی 2021 تا دسامبر شد تا آخر دسامبر 2021 یعنی دو سال ما اینجا کار کردیم در قسمت هم جزیات ریسپانسیبیلیتی های تانه در اینجا وارد بکنه یعنی چی وظایف مهم داشتن مثلا در قسمت اکاونتند ما اینی وظیفه را داشتم و کاما بتن اینی وظیفه اینی وظیفه اینی وظیفه اینی وظیفه یعنی وظایف اصلی تانه در اینجا وارد بکنین و بعد ازو بلای بودو سیف کلیک میکنیم. یک ای نور اضافه میشه بعد ازو دومی سومی چهارمی سدومی کلش اینجا اضافه بکنید قسمت پوینتر بین سی تانده اینجا است بلای از کلیک بکنید برای داکومنت بازی که سی را پیدا کردین سی ویتون را انتخاب بکنین و اوپن کلیک کنین بازی که ای اپلود شد سیف را کلیک میکنیم تا اینکه که زخیره شد که یه قسمت هم تمام شد قسمت اکسپریانس هم تیک شد در قسمت اکادمیک کوالیفیکیشن یعنی اسناد های تان اینجا کلیک بکنه اگر نتایج امتحان های جیمت جی ای چیزا داشتین در قسمت اد کلیک بکنین و نام امتحان شما مثلا انتخاب بکنین که جیمت ما امتیار جیمت دادیم تا دا کدام تاریخ دادیم در دا تاریخ ببخشن 2023 فبرواری در این تاریخ امتحان دادیم فیصدی که گرفتیم نوبره که گرفتیم 785 اشاره دو سفر دو و در کدام کشور افغانستان و در اینجا سند شوارد بکنین اما سند که امتحان دادین اگر نبود مشکل نیست ای را زخیره نکنین ایج اصلا ضرور نیست که اپلود بکنین در قسمت سوشل اکتیویتیز یعنی فعالیت‌های اجتماعی اگر کدام سرتیفیکیت یا کدام پروژه داشتین چیزی داشتین قسمت اد کلیک بکنین و بگوین که این سرتیفیکیت است مثلا یا اسکالرشپ است من میگم سرتیفیکیت گرفتم در کدام سرتیفیکیت کدام بخش گرفتین نامش هست مثلا اشتراک در برنامه اینی چیز مثلا هر چی بود در کدام تاریخ بود در اینی که تاریخ سرتیفیکیت گرفتیم از طرف کیست؟ از طرف مثلا اینی ارگان بود یا اینی سازمان بود در این قسمت در کدام بخش گرفتین در بخش مثلا محیط زیست بوده در اینجا هم امو ورقیش اپلود بکنین شما اگه اسکن ازش بگیرین مثل که این دیگه اشیز ما اسکن گرفتیم و بعد ازو برای اوپن کلیک بکنین و در این قسمت هم جزیات بدن که ما اینی کار کردم اینی کار کردم باز این کردم ما باز قسم شد باز ما این گرفتیم و فیلن ما راحت نمی کنم بر اینجا ببینین که در این قسمت هم سرتف... آه... آ... آ... چی است فعالیت های ولینتری است اگه ولینتری کردین ولی اد کلیک بکنین و عین شکل ازو فعالیت های خود را وارد بکنین چی نام بوده کدام ایجو بوده یا انستیتوت یا مؤسسه بوده در اینجا نام وارد بکنین و در اینجا دیسکریپشن یعنی که من اینی کار کردم اینی کار کردم اینقدر درست دادم در دا چیز و بعد از سیف کنین که تمام شد این هم ضرور نیست تو یعنی چیزی ضروری نیست که حتمی باشن در قسمت پایین ترکی اکسپیرینس اینجا کلیک بکنین و بعد از او این قسمت را کلیک بکنین میخوایم که معلومات را درش بکنیم پرسون کرده گفته که آیا در ترکیه قبلا بودین و یا که فعلا هستین میگم نو نبودیم و نیستم با سیف کلیک میکنم ها ببخشید قسمت های پایین اینجا هم کلش باید یک زبان یک دفعه چی کنیم پر کنیم در قسمت بعدی پرسون کرده که از کجا خبر شدید در مورد همی ورسی تحصیلی میتونین که چینل ما را نوشته بکنین مذاب میکنم دوسته نیست چنل نشته نه بکنین رشته کنین که مثلا سوشل میدیا سبب اشتباهی خبر شدم آیا yes no کسی در قسمت بعدی پرسون کرد آیا کسی از فامیلایتون از دوستایتون کسی که به شما ارتباط داشته باشه امی بورسیه را قبلا دریافت کرده اگر کده بود یس اگر نکده بود نو انتخاب بکنین آیا گفته کدام قوم و خیش دوست فامیل دارین در ترکیه که زندگی بکنه اگر کده اگر بود نو ببینید کسی که قاچاقی در ترکیه است دو نوار انتخاب نکنین هر وقت که قاچاقی باشه در بلاو تنوار انتخاب بکنید که بالا فلانی است اینجا یا اس بگن بازو دنبال شو شاید ممکن است ما فکر میکنم نو بزنین بهتر است بازو صفر کلیک بگن که این معلومات هم ذخیره شه یعنی قسمت میبینید که ذخیره شد بالا بازو بالای مای اپلیکیشنز کلیک میکنین در قسمت وقتی کلیک کنین مای اپلیکیشنز اپلیکیشن های ما را نشان میده و ما هنوز اپلای نکردیم دوستان عزیز خیلی قدر دیر چیکردیم قدر دیر اکانت جور کردیم برامو و اینو رو براتون اپلای کردن زیر میگم که چه قسم اپلای بکنیم بین در قسمت هوم پیج اینجا کلیک کنین و در قسمت لور دیگری اگر شما اگر در لیسانس ثبت نام میکنین چون ما دیدیم که صرف 2000 افقاد وارد کردم پس واجد شرط لسان ساست اگر ماستری اپلای میکنین این ماستر انتخاب بکنین و این قسمت گریجویت سکالرشی و اپلای بکنین در غیر اگر لسانس بود این انتخاب بکنین بالای و بالای اپلای کلیک کنین در این قسمت پرسان کرده گفته بعد که از اینکه از های سکول یعنی لیسه خلاص شدی چی کردی؟ کار کردم ما مثلا یک لیول بالاتر خوانده بود کورس رفتم چی کردم این رفتم و رفتم اگر این انتخاب اتخاب کردین خوب است برتان دوست عزیز در غیر از اگر هیچ کار نکرده بودین I did not do anything این را انتخاب بکنین و بعد از اون اینجا دیسکریپشن بکنین یک چیزی دوارش که, که بنابرای نزی من این کار ناتونستم یا بایدزی که کار ناتونستم. اگر کورس چیزا رفته بودین این انتخاب کنین و بگین که بعد این کورس رفتم دای دا کورس رفتم می کارا کردم تو دو سیف کلیک کنین خب این لای دای صفحه اومدیم دوست عزیز به این قسمت بچلر دیگری دوباره بالا از کلیک می کلیک میکنیم و این یک دونه پیام می و از ما می خواد که اسناد های زیر اپلود بکنیم این کدام اسناد است که از پیش ما مونده بالا از کلیک کنیم یک دفعه استودنت مورا راجی میکنه دیگه ببینین اینی بیخی چپ شده دیپلومی سنف دوازده و ترانسکریپت سنف دوازده مشکل نیستی رو دوباره اپلود میکنیم یا کلیک میکنیم یا دوباره اون رو انتخاب بکنین دیپلومی سنف دوازده و اوپین کنین بعضی اوقات دوستو عزیز باز دسکتری ترانسکریپشن اینجا کلیک میکنیم ترانسکریپت و ترانسکریپت دوازده رو باز میکنیم بعضی اوقات ممکن است دلیل شی باشه که این فایل که شما اپلود میکنین حجمش خیلی گران است ما توصیه میکنیم که در پی دی اف بندازین و حجمش هم حداقل بسازین کوشکن که حجم شکر چوال سیف کلیک میکنیم اینجا بعد از دو دوباره میایم وقتی که دفعه موافقان اپلود شد بالای هوم پیج اینجا کلیک میکنیم و بعد از بچلر دیگری اندر گریجویت سکالرشپ پروگرامی اینجا اپلای کلیک میکنیم و بعضی زمان اینجا گفته بر ما که قبول کنین که ترس و طرس. باز بعد بالای اکسپت کلیک کنین و یک لحظه یک صبر میکنیم متوجه باشین دوست عزیز که اگر سنتون ام دای پرسیار نخوره باز قبول نمیکنه اینجا ایرور میده وقتی که سنتان در دا اول اول وارد میکردیم مطمئن باشین که مطابق همو سنتان مطابقش باشه خب بیرین بعضی چیزا را گفته که چیزای کار است دیپلومه است و ترانسکریپت است تذکره، فوتوگراف عکس و اصنادای دیگه کافی بین بالای I have read and accepted all conditions کلیک بکنین و بالای سیف کلیک کنین و در قسمت بعدی در اینجا باید رشته های خود انتخاب بکنین بالای اد کلیک کنین و مثلا رشته بانکینگ بانکداری را میگیرم ما و دا از داخل ازی ببینین که اگر به پانتون دانشگاه های خیلی زیادی داره یعنی یک دانشگاه داره بعضیش ممکن است دانشگاه زیاد داشته باشه مثلا بیولوژی چندین دانشگاه داره بازار کدومش که حالا شما و شرایط بود همون را انتخاب بکنید مثلا ما از بیولوژی مثلا میگیرم ما شما هر چیز که خوش داشتید از بیولوژی دانشگاه چی نمیگیرم در شهر انکارا اینی است ببین انقره یونیورسیتی رو تیک میکنم و بازو سیف میکنم و ایره هم متوجه باشین دوستان گرامی که مثل کانکور و انتخاب اول اول تون که بیشتر خوش علاقه من دارین رو ده دا اول و با مشکل دوم سوم چهارم را تا به آخر باز بالای اد کلیک کنین و انتخاب های رشته های بعدی دانه هم به مشکل انتخاب کنین و سیف بگین و با مشکل ادامه بدین تا اینکه هر پنج انتخاب و یا هر انتخاب اینجا ضرورت بود که البته طبق که اینجا گفته تا 12 دلار میتونید انتخاب بکنید را کلش اینجا انتخاب بکنین باز دوباره عقد بکنین این شکل انتخاب بکنین ما فعلا بعد از آموزشی هم قسم مستقیم بسیار سریع انتخاب میکنم شما باز سر از فکر کنین چرت بزنین و بعد از اون انتخاب بکنین خیلی مرحله مهم میباشه سرسری نگیرین میبینین ما 5 دلار فقط انتخاب میکنم و دیگه انتخاب نمیکنم این پنج دانه کفایت میکنه خب اینی ها شد از انتخاب ما و بعد با از بالا ریزی کلیک برین چک شود، تیک شود و, و بعد از سیف کلیک تونین و اینی ها ذخیره شد این انتخاب ما ذخیره شد اگر بعدا نظرتان تغییر کرد مثلا میخواستین که کیمیا را انتخاب اولتون باشد این میره کلیک کنین و کش کنین در اول برین ببینین این اول آمد با اون شکل او اول میشه و دوم سیوم به اون شکل تغییر میکنه ببینین ی ا در صد است آر اردرش کس این مقدمیت داره اولویت اول اولویت دیون خوب در قسمت بعدی لیتر اف اینتند هستا اینجا کلیک میکنیم تا اینجا شما باید یک دون اینتند لیتر داشته باشین دوستان عزیز اگر نمیفهمین یک سرچ بکنین در اینترنت نوشته کنین که نمونه های اینتند انتن و کوایر جستجو کنین ببینین که چه است اگر کدام دوست و آشنایی دارین که این کارو را میتونه براتون انجام بده چقدر خوب میتونید از کمک بگیرید اگر کدام مرکز خدمات است که خدمات را ارائه میکنه البته ببینید که معتبر باشه و اونا تکنیکی و مسلکی باشن میتونید از اونا کمک بگیرید برتون اینتن لیتر جور بکنه دیگه ضرور نیست که کل ثبت نام را با کس دیگه بیتن هزینه کنین و پیسیتون نک مصرف شود فقط میتونید که قسمت هایی که نمیتونید مثل اینتن لیتر ای چیزا ما براتون جور میکردم دوست عزیز اما اینا رو وقت میگیره اگر بخوام میرم هم براتون جور کنم تمام قسمت ها رو جور کنم این ویدیو بسیار طولانی میشه خیلی زیاد میشه و ما میخواستم که ویدیو را چند قسمت بسازم قسمت اول دوم سوم بازی رقمی شما سرگردان میشتین دوستای گرامی که ما اول یک معرفی کنم بادازویی بادازو شما سرگردان تا خیلی دمی یک ویدیو تن کردیم تمام پروسه را دیگه شما خلاص کنین فرض میگیرم که یعنی اینترنت را تا ببینیم این تک چیز اینترنت ما فلانی هستم و راه فلانی هم قسمی گفتم باز میتونید سرچ بکنید در اینترنت اینا ما کپی میگیرم از اینجا و بعد بر نگردم برمیگردم این قسمت اینتل در اینجا او پیست به این شکل و در قسمت پایین هم اگر کدام چیزی بود وارد بکنین اگر کدام مورد یک کدام چیزی بود که مثال میخواستین بیشتر از این توضیحات بتین اینجا وارد کنین و بعد سیف بکنین ما این معلومات تا ورد کردیم درست نیست است ما فقط هدف آموزشی میخوایم ثبت بکنم بعد زود اون سیف کلیک میکنین در قسمت بعدی در اینجا انترویو لوکیشن است جایی که از جا شما مصاحبه یا انترویو بگیرن کدام کشور میخواین انترویو بیتین میگم در افغانستان در شهرش در کابل متاسفانه دیگه شهر ها موجود نیست شما ضرورت از در جایی که هستید کابل برین انترویو تان اونجا سپری کنین بازو بالا سیف کلیک میکنیم و این مرحله بعدی میایم در قسمت رفرنس انفورمیشن ده اینجا اکسید اون رفرنس رو باید ده اینجا کسانی که بتانند معلومات در مورد شما را کنند مثل قضیه سی وی و رست مثلا استاد دارش شو... مکتبتان باشه مدیر مکتبتان باشه اینجا نامش وارد بکنین مثلا نامش هسته ما هم تو مثال اینجا وارد میکنم یک چیزی با این شکل اینجا شماریش وارد بکنین شماریش وارد میکنم مثلا دو سفر نوازد و سه افتاده به شکل یک شماره باید اینجا ایمیلش وارد میکنیم که این معلومات ممکن درست نباشه دوستان یه قسمی که گفتم برتون این به هدف آموزش است بازو در اینجا در کجا کار میکنه مثلا مکتب فلان چیز دانشگاه فلان چیز اینجا وارد بکنین مثلا میگم مکتب ABC مدیر مستوی چی است این شکل و برای قسمت هم خود رفرنس لیتر را در اینجا شما اپلود بکنین رفرنس لیتر دوستان یک ورقه است که اونا نوشته میکنن که فلانی وارد فلانی خیر بچه خوبی است ما از این واقعیت راضی بودیم شوخ نبودی تو نبود البته این معلومات نیست مذاب میکنم میگه که مثلا این آدم خیلی دست خان است خیلی باهوش است به با درد میخوره و دی موارد اگر نمیفهمین چی است فقط بسپارین به مدیرتون به معلمتون به روزا که اون رفرنس لتر بر بس خلاص او خودش میفهمه چی جور کنه انتخاب بکنین و اپلود بکنین بعد از را اپلود کردین این اینجا و میایا. و اگر امی استاد مکتب تان بود مرتبط با مکتب تان میشه جایی که درس خونده بودین این رو هم تیک بکنین بگین که بله استاد ما هست و اگر این معلومات مربوط به پورتال ترکیه علم نمیشد کدام عضو بود این رو تیک بکنین اگر نبود هیچ عضو کنین اگر نمیفهمید هیچ غرض نکنین رو با دزو بالای سیو کلیک بکنین به این شکل این معلومات هم اضافه شد ببینین بخش رفرنس نمبر با دزو بخش اسکالرشپ پروگرامز دینجمیاین و دی صفحه دو این پایین ایزیز بیایید پایین بیایید پایین پایین, پایین دی قسمت و اگر میخواستن که در پروگرام Scholarship ISDB سی دی بی اپلای بکنن، کلیک کنید، اگر ایج نمی فهمیدین یا نمی کدین نو کلیک بکنین در قسمت گفته که ما یکی از استاف های آی, آی سی دی بی هستم اگر بودین یس اگر نبودین نو و بعد از دی قسمت پایین میخواییم که در سکالرشیب پروگرام Scholarship مشترک فدراسیون ببخشین پاوندیشن نهاد ناما no, اگر میخواستین که اپلای بکنید یس کلیک بکنید اگر نه نمی کردن نه no, کلیک بکنین و بعد از اون قسمت بالا بیایید پس سکرول بالا بیاید اسکرول کنین بالا بین بالای سیف کلیک بکنین آ اینجا یک چیز مونده دو سایز ببینین این قسمت از پیش ما این قسمت گفته که معلوماتی که ضرور بود ما وارد کردیم بگین یس yes. بن معلوماتی که ما وارد کردیم یعنی درست است و بالا از اون بالای یس کلیک بکنین که این مرحله هم ختم شود در قسمت اخیر ببینید سمری آف اپلیکیشن رو برتان نشان میده که این اینجا تمام جزئیاتی که شما وارد کردین است. کلش در اینجا درج است که چه چیزا هست یک بار خوب دقت کنین تمامش که درست بود نظرتان که تغییر نکرده بود در مورد انتخاب اول دوم سوم و چیزهای مشخص مختلف وقتی که کارتان خلاص بود بیا بالای نزدیک کلیک کنین و بعد از سابمیت کنین که اپلیکیشن به صورت کامل اپلای شوه و اگر قسمت مای اپلیکیشن اینجا حال بیاییم که خودش هم همینجا می اینجا نشان می که یک دلار شما اپلای کردن به صورت موفقانه و ریزلت یا نتایج شما رشته که در حال انتظار و این بود دو از طریقه اپلای کردن امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و یک کمکی برتان کرده باشم اگر کدام قسمت را شما گنگ مانده بود یا توضیح نداده بودم یا از یادم رفت حتما در کامنت سوال بکنین اگر نظری دارین هم در دا کامنت بگوین هر چیز گفتنی دارین و کمک میخواین ما به صورت تخصصی در کامنت بگوین برتان جواب میتم تخصصی مشکل نیست اگر کدام قسمت اشتباه گفتیم و شما توی که ویدیو رو میبینی میفهمی او را لطفا در کامنت بگو تا اصلاح شوه و کلگی از او آگاه شود. در غیر از او وقت خوبی داشته باشین ویدیو خیلی طولانی شده ولو الأحضر